خب بچه ها، یکی دیگه از قسمت هایی که میخواییم در رابطه با قلب پیرامونش صحبت بکنیم دریچه های قلبی هستن. ما تو قسمت های قبلی صحبت کردیم زمانی که سیستول دهلیز اتفاق میفته، خون از دهلیز وارد بطن میشه. بین دهلیز ها و بطن ها یه دریچه وجود داره تحت عنوان دریچه دهلیزی بطنی. طبیعتا زمانی که سیستول دهلیز رو داریم، انقباض دهلیز ها باعث میشه که خون از دهلیز به سمت بطن، یعنی از بالا به پایین بیاد. پس این دریچه ها باید باز بشن. دریچه های دیگه ای رو داریم زمانیه که در واقع سیستول بطن اتفاق میفته و به این دریچه ها میگیم دریچه های سینی، که خون رو باعث میشه که در واقع از بطن ها خارج بشن و وارد سخرگا بشن، که در زمان سیستول بطن این دریچه ها باز هستن. میخوایم ببینیم در زمان سیستول دهلیز و بطن وضعیت هر کدوم از این دریچه ها لحاظ باز یا بسته بودن به چه ترتیبه. نگاه کنین، گفتیم میدانیم که خون در هنگام دیاستول به قلب وارد و در هنگام سیستول از اون خارج میشه. برای صحیح انجام شدن ورود و خروج خون به قلب حتما به دو نوع دریچه نیاز داریم. دقت کنین، در هنگام دیاستول گفتیم خون وارد میشه. خب کدوم رگا خون رو وارد میکنن؟ گفتیم سیاه رگ زیرین زبرین و سیاه رگای ششی. زمان سیستول هم که خون داره خارج میشه، از طریق کدوم رگا خارج میشه؟ آورت و سخرگ ششی. حالا شکل کتاب رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم، زمانی که خون داره از طریق بزرگ سیاه رگ زیرین و زبرین وارد دهلیز راست میشه، یا از طریق سیاه رگ های ششی خون داره وارد دهلیز چپ میشه، سیستول دهلیز که اتفاق میفته، اتفاقی که هست اینه که دریچه های دهلیزی بطنی باز میشن. میبینین؟ زمانی که دریچه های دهلیزی بطنی در سیستول دهلیزی باز هستن، دریچه های سینی بستن. این خیلی مهمه، چون میخوایم که خون داخل بطن رو تجمع پیدا کنه. بعد که سیستول بطن اتفاق میفته، خون از داخل بطن از طریق دریچه های سینی خارج میشه. خب اگر دقت بکنی، شما اینجا داری دریچه سینی شکل ششی رو میبینی، اینجا هم مربوط به دریچه سینی آورت رو میبینی، که حالا اگر دقت بکنی ذکاوت به خرج بدی، دریچه سینی ششی نسبت به سینی آورت یه مقداری بالاتره، چون بعضیا گول میخورن. یعنی اگر بخوایم موقعیت فضایی اینا رو از این جهت که ببینی کدوم دریچه بالاتر هست، کلن دریچه های سینی نسبت به دریچه های دهلیزی بسنی تو موقعیت بالاتری قرار گرفتن و دریچه سینی ششی نسبت به سینی آورت هم بالاتره. بعد از اون دریچه دیگه‌ای که داری می‌بینی، دریچه در واقع میترال رو می‌بینی که بهش میگن دریچه دولختی، و دریچه سلختی یا اصطلاحاً تریکاسپید رو داری می‌بینی. پس این شکل داره به ما اینو یاد میده، در زمان سیستول دهلیز دریچه دهلیزی بطنی بازه، سینی بسته است. در زمان سیستول بطن سینی بازه، دهلیزی بطنی بسته است. این برای اون طرف هم صدق میکنه، پس باید بهش دقت بکنیم. گفتیم دریچه های قلبی، دریچه دهلیزی بطنی، این دریچه ها در هنگام سیستول بطن بسته میشن تا خون به دهلیز بر نگرده. گفتیم در سمت چپ میتراله که دولختی هست و مانع برگشت خون روشن به دهلیز چپ میشه، و در سمت راست که سلختیه، اصطلاحاً تریکاسپید بهش میگن، و مانع برگشت خون تیره به دهلیز راست میشه. اما دریچه های سینی شکل که دریچه سینی آورت و ششی مد نظرمونه، گفتیم این دریچه ها در هنگام استراحت قلب بسته میشن تا خون از سخرگ ها به درون بطن بر نگرده. گفتیم در سمت چپ سینی آورت رو داریم که مانع برگشت خون روشن به بطن چپ میشه، و در سمت راستم سینی سخرگ ششی رو داریم که مانع بازگشت خون تیره به بطن راست میشه، که هر دوتاشون هم در واقع سلختی هستن. اما وضعیت دریچه ها، گفتیم سینی ششی بالاتر از سینی آورته، بعد دریچه دورختی میترال رو میبینی و دریچه سلختی. بچه ها اینجا که گفتم وضعیت دریچه ها، از لحاظ موقعیت فضاییشونه، یعنی شما از بالا به پایین که داری تحلیل میکنی، دریچه ای که بالاتر قرار گرفته دریچه چی هستش؟ سینی ششی هست، از قاعده قلب مد نظرم هست، نه از نوک قلب. دقت کنی، طبیعتا از نوک قلب، یعنی از پایین نگاه بکنیم، وضعیت دریچه های دهلیزی بطنی پایین تره در مقایسه با دریچه های سینی.
اما نکته‌ای که اینجا اشاره کردیم، گفتیم تمامی این دریچه‌ها از جنس بافت پیوندیه و فاقد بافت عضلانیه. دقت کن گفتم جنس دریچه از بافت پیوندیه، ولی تو ابتدای بخشمون که داشتیم لایه‌های قلب رو صحبت می‌کردیم، روی این بافت پیوندی بافت پوششی هم قرار گرفته. گفتیم به این در واقع دریچه‌ها عصب دهی نمیشه، پس چگونه باز و بسته میشن؟ گفتیم به جهت جریان خون بستگی داره، به طوری که دریچه های میترال و سلختی، منظورمون دریچه های دهلیزی بطنیه، از بالا به پایین باز میشن، به خاطر اینکه انقباض دهلیز به سمت بطن از بالا به پایین بود تو شکل دیدیم. ولی دریچه های سینی برعکسه، یعنی از پایین به بالاست، گفتیم یعنی به سمت سرخرگ باز میشه و به سمت بطن بسته میشه. نکته بسیار بسیار مهمیه، تو تستا ازش زیاد سوال میبینیم. گفتیم فشاری که دریچه های دهلیزی بطنی بهشون وارد میشه بیشتر از دریچه های سینیه، زیرا به دریچه دهلیزی بطنی در هنگام سیستول ولی به دریچه سینی در هنگام دیاستول فشار وارد میشه. حالا نکته ای که وجود داره اینه که این دریچه های دهلیزی بطنی مد نظرمون، یکی دریچه میتراله، یکی هم سلختی، باز فشار بیشتر روی دریچه دولختی میترال هست. اونجا اگر خاطرتون باشه تو قسمت های قبل گفتیم زخامت بطن چپ هم بیشتره، پس طبیعتاً در زمان انقباض فشار بیشتری هم این دریچه در واقع تحمل میکنه. به خاطر همینه که گفتیم در قاعده در دیواره بطن ها ستون های عضلانی رو داریم که تناب های وتری وصلن به این دریچه ها تا در واقع باعث نشن در زمان انقباض این دریچه باز بشه و خون از بطن چپ مثلا وارد دهلیز چپ بشه. این نکته مهمیه. گفتیم بیشترین فشار در قلب به دریچه میترال وارد میشه، زیرا دیواره بطن چپ زخیم تره. ترتیب زخامت دیواره در چهار حفره قلبی به ترتیب عبارت است از بطن چپ، بطن راست، دهلیز چپ و نهایتاً دهلیز راست، که تو شکل دیدیم زخامت در واقع میوکارد بطن چپ نسبت به بقیه بیشتر بود. گفتیم به علت کوچیک بودن دریچه های سینی سرعت خروج خون از اونا بسیار سریع‌تر از دریچه های دهلیزی بطنیه. گفتیم چون دریچه های دهلیزی بطنی باید فشار بیشتری رو تحمل کنن، از این رو در هر بطن به تعداد لختایان ستون عضلانی وجود داره، اصطلاحا گفتیم به اون ستون عضلانی پاپیلر میگن، که از رأس این ستون ها تنابی از جنس بافت پیوندی به پشت لخت ها متصل. زمانی که بطن ها منقبض میشن این عضلات منقبض میگردن. این عضلات کمکی به بسته شدن دریچه ها نمی کنه، بلکه لخت های دریچه را به سوی داخل بطن میکشه تا از برآمده شدن بیش از حد در جریان انقباض بعد به داخل دهلیز جلوگیری کنه. دقت کنین، پس توکسین یا سم باکتریا میتونه باعث فلج شدن در واقع این ستونهای عضلانی بشه، پس میتونه اختلال ایجاد بکنه. اون بحث مربوط به کورتیزولی که اشاره کردیم میاد پروتئین ها رو از بین میبره، ما میدونیم تو ستونهای عضلانی مقدار زیادی پروتئین وجود داره، پس میتونه اختلال تو اینا هم ایجاد بکنه. اما نکته دیگه اینه که گفتیم بخشای مربوط به بافت پیوندی که تو قلب قابل رؤیته، خب همین ستونهای در واقع عضلانی که تنابهای وتری ارتجایی که از بافت پیوندی هستن در واقع همون بافت پیوندی رو نشون میده که از طریق ستون عضلانی به تعداد لخت ها وصلن به این دریچه ها. یا بافت پیوندی عایق بین عضله دهلیز و بطن که گفتیم فاصله زمانی ایجاد میکنه که دوتا دهلیز با هم منقبض بشه، دوتا بطن هم با هم، چون امکانه اینکه چهارتا حفره همزمان با هم انقباض پیدا کنه وجود نداره. بافت پیوندی چربی که اطراف پریکارد بود، گفتم در واقع این چربی بخشی از پریکارد یا آبشامه قلب حساب میشه. خود پریکارد قلب که بافتش پیوندی هست، دریچه های قلبی که روش بافت پوششی اومده، یا خونی که در واقع داخل خود قلب جریان داره، پس اینا در واقع بخشایی از بافت پیوندیه که تو خود قلب ما میبینیم. اما شکل دیگهی که برای ما بسیار اهمیت داره مسیر گردش خون کوچیک و بزرگ رو داره میبینیم. گردش خون بزرگ، اگر خاطرت باشه گفتیم که خون از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین داره وارد دهلیز راست میشه. طبیعتاً زمانی که سیستول دهلیز اتفاق میفته خون از دهلیز وارد بطن میشه، اینجا لازمه که دریچه دهلیزی بطنی باز بشه.
زمانی که بطن منقبض میشه، بطن راستو دارم میگم بچه ها، وقتی منقبض میشه خون از طریق سیاه رگ های ششی به سمت ریه ها میره، چون خون تیره از بافت اومده، خون تیره رو داره میفرسته توی ریه که تبادلات اتفاق بیفته و خون اکسیژن دار وارد قلب بشه. خب خون روشن رو کی وارد قلب میکنه؟ سیاه رگ ها هستن که در واقع دارن خون رو وارد دهلیز چپ میکنن، سیاه رگ های ششی. زمانی که دهلیز چپ سیستول میکنه، خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ میشه، پس طبیعتاً دریچه میترال که دو لختی هست باز میشه. در زمانی که سیستول بطن چپ اتفاق میفته، خونی که از طریق سیاه رگ های ششی وارد دهلیز چپ شده و بعد وارد بطن چپ شده، از طریق سرخ‌رگ آورت خارج میشه و به قسمت های مختلفی از بدن میرسه. پس گردش خون بزرگ شامل بزرگ سیاه رگ زیرین و زبرینیه که داره وارد دهلیز راست میشه و بطن چپی که داره خون رو از طریق سرخ‌رگ آورت به قسمت های مختلفی از بدن میرسونه. اما گردش خون کوچیک چه وضعیتی رو داره؟ گردش خون کوچیک به این مضمونه که خون روشن داره وارد دهلیز چپ میشه، اما خونی که داره از بطن راست خارج میشه در واقع سرخ‌رگ‌های ششی هستن که خون تیره رو میفرسته، پس این میشه گردش خون کوچیک. اما گفتیم سرخ‌رگ‌هایی که خونشون تیره هست، پس الزامی نداره که بگیم همه سرخ‌رگ‌ها خونشون روشنه. مثلا سرخ‌رگ ششی انسان و سایر پستانداران اومدیم اشاره کردیم خونش تیره است. این نکته بسیار مهمیه. اگر یادت باشه سرخ‌رگ ششی خون رو از بطن راست میفرستاد تو ریه ها که بعدن سیاه‌رگ ششی خون رو وارد دهلیز چپ می‌کردن. دیگه چی؟ سرخ‌رگ شکمی در ماهی. اگر خاطرت باشه کلن رگ‌های شکمی ماهی و قلب ماهی خونش تیره بود. حالا هم سرخ‌رگ شکمی داشت هم سیاه‌رگ شکمی داشت. و سرخ‌رگ‌های بند ناف که تو فصل 11 سال سوم دیدیم. دو تا سرخ‌رگ داخل بند ناف بود، یه دونه هم سیاه‌رگ. پس اینجوری میتونیم بهتر جمله کتاب رو در واقع تغییر بدیم. بگیم بیشتر سرخ‌رگا خونشون روشنه، چون یه سری از سرخ‌رگا هستن خونشون چیه؟ تیره است. اما سیاه‌رگایی که خونشون روشنه، پس دقت کنین سیاه‌رگ الزاماً دارای خون تیره نیست. مثلا سیاه‌رگ ششی که ما در موردش صحبت کردیم از ریه وارد دهلیز چپ میشد، خون اکسیژن دار رو داره وارد میکنه. سیاه رگ بندناف خونش روشن هست. یا توی خرچنگ دراز اگر خاطرت باشه تو ابتدای فصل گفتم خون تیره وارد آبشوش میشه، بعد که تبادلات اتفاق میفته خون روشن از آبشوش وارد قلب میشه. گفتیم در خرچنگ دراز سیاه رگایی که خون روشن رو از آبشوش خارج میکنن در زمره سیاه رگایی هستن که خونشون روشنه.